مخابره فوری از یفتله بدخشان. معلومات مختصر در باره بشیر نورزی. بیننده های عزیز درود و سلام بر شما. معلومات مختصر در باره بشیر نورزی. اندپندنت در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد بشیر نورزی با ادهام قاچاق مواد مخدر به ارزش 50 میلیون دلار در ایالات متحده آمریکا به حبس ابد محکوم شده بود. مختار وفایی: حاجی بشیر نورزی قاچاقچی بین المللی و از نخستین حامیان مالی فعالیت‌های طالبان که در سال 2005 میلادی در آمریکا بازداشت و به حبس ابد محکوم شده بود، روز دوشنبه 28 شهریور پس از آزادی از گوانتانامو وارد کابل شد. مقام‌های ارشد طالبان از جمله ملا هدایت الله بدری وزیر مالیه از او در فرودگاه کابل استقبال کرد. بشیر نورزی در آوریل 2005 میلادی و هنگام بازداشت در نیویورک متهم شد که قصد ورود محموله مواد مخدر به ارزش 50 میلیون دلار را به آمریکا داشته است. او در میان رسانه‌های آمریکایی به پدر مالی طالبان مشهور است. سران طالبان در سال‌های اخیر و پس از آغاز مذاکرات صلح دوحه بارها از مقام‌های آمریکایی خواسته‌اند بشیر نورزی را آزاد کنند. مقام‌های آمریکایی در زمان بازداشت بشیر نورزی گفته‌اند او رئیس یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در دنیا است و از سال 1990 میلادی در تولید مواد مخدر، کنترل مزارع، تولید هروئین و صدور آن به کشورهای مختلف جهان فعالیت می‌کند. حاجی بشیر نورزی در سال 2002 میلادی نیز در اسپینبردگ قندهار به دست نظامیان آمریکایی بازداشت شده بود و مورد بازجویی قرار گرفته، اما با نیروهای آمریکایی قول همکاری در زمینه جمع‌آوری اطلاعات رهبران فراری طالبان را داد و آزاد شد. او در آن زمان چندین محموله سلاح‌های مخفی طالبان را در قندهار بر نظامیان خارجی تحویل داد. نیروهای طالبان نخستین فعالیت‌های نظامیشان را در سال 2003 میلادی در جنوب افغانستان با حمایت مالی حاجی بشیر نورزی آغاز کرده اند و او با درآمد هنگفته که از مزارع خشخاش و صدور مواد مخدر به کشورهای جهان داشت، نیازهای این گروه را در میدان جنگ برآورده می کرد. پس از بازداشت و زندانی شدن حاجی بشیر نورزی در سال 2005 میلادی در آمریکا، فردی با نام جمعه خان جایگزین او شد و حمایت مالی طالبان را در میدانهای جنگ بر عهده گرفت. دادگاهی در نیویورک بشیر نورزی را در آوریل 2009 میلادی به حبس ابد محکوم کرد و او تا چند روز پیش در گوانتانامو نگهداری می شد. ملا عبدالغنی برادر که اکنون معاون نخست وزیر طالبان است، در جریان مذاکرات صلح در دوحه از مایک پامپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا خواست بشیر نورزی را آزاد کند. در آن زمان مجله آمریکایی تایم گزارش داد که زلمه خلیزاد فرستاده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان به دولت آمریکا توصیه کرده است که بشیر نورزی را برای تسهیل در روند مذاکره با طالبان آزاد کند. طالبان نیز با مقام‌های آمریکایی پیشنهاد کرده اند که اگر بشیر نورزی آزاد شود، مارک فرکس کهنه سرباز نیرویی در جای آمریکا را که در اسارت این گروه است آزاد خواهند کرد. مارک فرکس ژانویه 2020 میلادی در حالی که سرگرم کار در یک پروژه عمرانی در افغانستان بود، در شهر کابل را بوده شد. هرچند تا اکنون از آزادی مارک فرکس خبری در دست نیست، اما احتمال دارد که او آخرین زندانی آمریکایی در زندان طالبان باشد و در ازای رهایی بشیر نورزی آزاد و از افغانستان خارج شده باشد. پس از فروپاشی رژیم طالبان در نتیجه حمله نظامی تا ناتو بر رهبری آمریکا به افغانستان در سال 2001 میلادی، طالبان با کمک مالی قاچاقچیان و بزرگ مواد مخدر فعالیت مسلحانهشان را از جنوب افغانستان از سر گرفته اند. این گروه که به سرعت کنترلشان را بر رستاهای افغانستان گسترش دادند، توانستند کانالهای پردرآمد تولید و صدور مواد مخدر، غارت معادن و کنترل شرکت‌های محلی را در دست بگیرند. مخابره عاجل از یفتله بدخشان، فرمانده خالد امیری. یفتله بدخشان: نیروهای جبهه مقاومت ملی را در ولایت بدخشان از دعاهایتان فراموش نکنید. الحمدلله 12 قریه یفتله بالا به دست مقاومتگران است و نیروهای کمکی طالبان از مرکز ولایت به این ولسوالی مستقر شده اند.
با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگارتان.